گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه این هفته گلگشت رو با یک مهمان بسیار ارجمند و یکی از شخصیت‌هایی که در طول تمام سالیانی که من افتخار آشنایی باشون داشتم، یکی از فعال‌ترین و در واقع منصف‌ترین شخصیت‌هایی هستن که سراغ کردم. ضمن اینکه کارهایی که کردن و اقداماتی که کردن و فعالیت‌هایی رو که می‌کنن پیگیر بوده و علاقه ایشون به کارهای فرهنگی و معرفی افراد واقعا سرشناس و پژوهشگر و فرهیخته نقش بزرگی رو در جامعه ایرانی خارج از لس آنجلس ایفا کرده و هنوز ایفا میکنه و با تمام قوایشون این فعالیت ها رو ادامه دادن. قبل از اینکه معرفی بکنم این مهمان عزیز رو و گرامی رو، میخواستم به دو نشریه خوب اشاره بکنم. نشریاتی که اگر ما همت نکنیم، من و شمای بیننده و کسانی که باید با خرید و خواندن این نشریات نگذاریم که نشریات ما یکی بعد از دیگری تعطیل بشه، من فکر کنم یک گناه بزرگ رو مرتکب شدیم. کیهان لندن تعطیل شد، فردوسی امروز در لس آنجلس در شرف تعطیله، برای اینکه حمایت نمیشه اونطوری که باید. شاید دو نشریه‌ای که سالیان سال هست، البته یکی از اونها برای مدت طولانی‌تر، یعنی 32 سال، این نشریه رهاورد که با همت والای خانم شهباز ادامه حیات میده. خانم شهباز واقعا با تمام وجود سعی کردن که این نشریه رو با مطالب خوب، با مقاله های فوق العاده خوب از شخصیت های برجسته، 32 سال تموم هست که در زمان حیات همسرشون و در حال حاضر خانم شعله شمس شهباز، این کار خطیر رو انجام دادن و ادامه دادن. ناصر فرخ با همه مشکلاتی که بوده، الان شماره 16 همه زمستان 92 توشه رو منتشر کرده. توشه هم یکی از این جنگ هایی است که در خارج از کشور، فصلنامه است که در خارج از کشور منتشر میشه با مقالات بسیار بسیار خوب و خواندنی. واقعا این کمترین کاری است که ما میتونیم بکنیم. بعد رقمی که پرداخت میکنید بابت این نشریات اینقدر ناچیزه که حتی پول یک همبرگر یا یک ساندویچ رو میتونید اختصاص بدید به این کار و نگذارید که این اتفاق بسیار بسیار بد بیفته. خب مهمان امروز من سرکار خانم هما سرشار هستن. خانم سرشار، معرف حضور همه شما کسانی که دارید به این برنامه توجه میکنید هستن و من نیازی به معرفی ندارم، فقط مختصرا یک مروری میکنم این کارنامه درخشان ایشون رو که خدمت کسانی که جوانانی که ممکنه احیانا به خاطر دوری همه ماها از کشور و در از جمله خانم سرشار ممکنه آشنایی نداشته باشن، ولی مطمئنم که با اسمشون آشنا هستن. عرض کنم که ایشون در سال 1325 در شیراز متولد شدن. دیپلمشون رو از دبیرستان رازی تهران گرفتن، لیسانس رشته ادبیات فرانسه رو از دانشگاه تهران، فوق لیسانس رشته مدیریت ارتباطات رو از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی یعنی USC گرفتن که یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا هست در این زمینه. دکترای افتخاری در رشته روزنامه‌نگاری رو از دانشگاه‌های آمریکایی American World University دریافت کردن. کارهایی رو که انجام دادن، جزئی از کارهایی رو که انجام دادن، از سال 1143 همزمان با آغاز انتشار هفته نامه زن روز به خانواده مطبوعات پیوستند، سپس در 1349 به عنوان مقاله نویس و خبرنگار در روزنامه کیهان مشغول به کار شدند.
و این همکاری رو تا سال 1357 ادامه دادن. بالاخره از سال 1351 تا وقوع انقلاب اسلامی با سمت تهیه کننده، نویسنده و مجری برنامه چهار دیواری در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران کار میکردن. خانم سرشار در سال 1979 همزمان با انقلاب اسلامی همراه همسر و دو فرزند ارجمندشون که خود این دو شخصیت واقعا در طول این مدت کارهای فوق‌العاده درخشانی رو انجام دادن، تشوردن به امریکا. از همان ابتدای ورودشون به برگزاری و تشکیل سمینارها و گردهمایی‌های گوناگون در داخل و خارج از امریکا، ایراد سخنرانی و شرکت در کنفرانس‌های خبری در سطح امریکا و اروپا مشغول شدند. در سه زمینه مهم و مورد علاقه خودشون، یعنی حقوق بشر، موضوع‌های مربوط به زنان و اقلیت‌ها، به کار و پژوهش پرداختند. طی این سال‌ها به عنوان یک روزنامه‌نگار آزاداندیش، آزادنویس با نشریات، رادیو، تلویزیون مختلف ایران، ایرانی خارج از کشور همکاری داشتند. خانم سرشار تا سال 1983 سردبیری ماهنامه شوفار رو که یکی از نشریات بسیار پربار بود و نشریه فدراسیون یهودیان ایرانی رو به عهده داشت فعالیت کردند و تهیه کننده برنامه رادیوی امید و رادیو تلویزیون امید. و من هم این افتخار رو داشتم که در زمان خدمتم در رادیوی 670 متوسط در لس آنجلس از حضور ایشون در برنامه ها استفاده ببرم. این رو با جرأت میگم، به خودشونم گفتم، هر جا هم که صحبتشون شده گفتم، یکی از منظمترین، مرتبترین و پرکارترین کار برنامه سازی و کار آمدن جلوی دوربین و یا میکروفون نشستن احتیاج داره به کار، احتیاج داره به مطالعه، احتیاج داره به این که شما برید و بررسی بکنید کاراتون. خانم سرشار در این زمینه واقعا من کمتر همتایی رو باشون ازشون سراغ دارم. این رو هیچ کدوم این صحبتایی که میکنم این رو قلوف و یا اگزاجره به حساب نیارید، واقعیتی است که من بهش معتقدم و باش رو برو بودم. خانم سرشار خوش آمدید. قربان شما، یک دنیا ممنونم از دعوتتون آقای اجازی و سپاسگزارم که همیشه منو مورد مهر خودتون قرار دادید. خواهش میکنم. خانم سرشار واقعا میگم در دورانی که من در خدمتتون بودم در رادیوی خدمت از بنده بود قربان، سری برنامه‌هایی رو که شما تولید کردید اونجا با شخصیت‌هایی که صحبت کردید، واقعا من فکر می‌کنم یک ارزش افزوده‌ای هست به همه کارهایی که انجام دادید. و امیدوارم در این سری برنامه‌های اخیرتون که دارید تهیه و اجرا می‌کنید باز هم و بیش از پیش موفق و پایدار باشید. سپاسگزارم. سعیمو میکنم به عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ اهالی قلم، ایرانیان خارج از کشور، کاری که دیگه داره یواش یواش میشه 50 سال نیم قرنه که دارم این کار رو میکنم، کوششم همیشه این بوده که به شنوندم، به بینندم و به یه خواننده مطالبم احترام زیاد بذارم و به خاطر همین احترامی که به اونها میذارم براشون کار میکنم و دلم هم میخواد که اون چی که دستاورد دیده که از این کار تحویل مردم علاقمند به کارهای مطبوعاتی میدم کاری باشه در خور و شایسته خود خوانندگان و بینندگان و شنوندگان و در این از این بابت خوشبختانه همیشه مورد مهر و محبت دوستان هم بودم که این پاداشی است که بابت انجام این کار میگیرم از دوستان. خانم سرشار، شما در طول مدت فعالیت هایی که داشتید در مورد حقوق حقوق بشر، در مورد حقوق ایرانیان، در مورد تشویق کسانی که در زمینهای مختلف فعالیت کردن و سعی در حمایت از اونها، یکی از کارهایی رو که شما طی سالیان انجام دادید و به نظر من فوق العاده ارزنده هست، همراهی و همدلی است که با هادی خورسندی داشتید. هادی وقتی که میاد اینجا انگار که وارد خونه خودش میشه. اینجا حمایت‌های شما باعث شد که هادی که واقعا یواش یواش میرفت که اون فعالیت‌هاش رو تعطیل کنه به خاطر محدودیت‌هایی که واسش وجود داشت، تشویق شما به همسرتون،
کمک زیادی کرد که هادی دوباره جان تازه بگیره، بیاد و اون استعداد فوق العاده خلاق و حیرت انگیزی رو که داشته و داره این رو مجددا به نمایش بگذاره و مردم ما رو با طنزهای قوی خودش، طنزهای بسیار بسیار جالبی که داره، و میدونیم که طنز یکی از مهمترین رشته های کارهای رسانه‌ای و ژورنالیستی هست. نه طنز مبتذل، نه طنزی که هیچ چیزی به بیننده و شنونده نمیده، ولی در طول این مدت واقعا شما در برنامه های رادیویتون، در برنامه هایی که هادی وقتی که میاد به جنوب کالیفرنیا و حتی مسافرت هایی که در سراسر امریکا میکنه، سعی کردید نهایت تشویق و همراهی رو باش بکنید. خب این یکی از چی دارید بگید راجع به هادی؟ والا یکی از سعادت های من اینه که در طول سالهایی که کار میکردم با انسانهای استثنایی زیادی آشنا شدم، همکار بودم و در کنارشون قرار گرفتم. هادی خورسندی رو از ایران میشناختم، با هم در دو نشریه در واقع رقیب کار میکردیم، هادی در اطلاعات و من در کیهان، ولی اینا هیچ کدومش باعث نشد که ما در سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران که عضو بودیم با هم کار نکنیم. هادی رو من از اونجا شناختم و من مدتی یکی چند سالی در واقع سکرتر، نمیدونم الان چی لغت فارسیش چیه، ولی سکرتر اون سندیکا بودم و هادی هم خیلی سر به سر ما میذاشت در اون دبیر، دبیر بله. و آشنایی ما از اونجا بعد سالهای بعد که هادی خورسندی چندین سال قبل از انقلاب از ایران خارج شد، در خارج از کشور که بود، در لندن که بود، با هم در تماس بودیم. بعدن سفرهایی که میکردیم دیگه وقوع انقلاب اسلامی به نوعی ما که در خارج از کشور بودیم رو به هم نزدیکتر کرد و سفر نخستین باری که به آمریکا اومد هادی خورسندی، ما آشنایی بیشتری و در واقع نشست بیشتری با او داشتیم و به نظر من تعدادی کسانی مثل هادی خورسندی در صحنه مطبوعات ایران انگشت شمارن. یعنی نمیشه هادی که همتاش خیلی کمه، ولی انسانی که چیزی حدود 50 سال و هم کار میکنه و مینویسه و یک از نوابق طنزنویس ایرانی است که در زمینه نثر و در زمینه شعر هر دو تبازمایی کرده و کاریکاتور و بله اون بخشای دیگه از وجودش هم به عنوان یک هنرمند خیلی بخشای ارزنده است، ولی در واقع هرگز هادی از خوندن و یا شنیدن حرفاش و یا خوندن نوشتاش خسته نمیشه، چون همیشه تازگی داره کارش و همیشه نگاه بسیار تیزی داره به مسائل اطرافش و بعد در واقع دغدغه و غم انسانها رو داره در موردشون مینویسه، آنچه که میگه چون از دلش بلند میشه به دل مینشینه. و بعد من همیشه هم صحبتی که با خود هادی میکنم در و چند تنی دیگر از دوستان میگم، انگوش شمار، یکی مثل زنده یاد نادرپور که اینجا بودن، اینها افرادی هستن که واقعا نیاز هست از طرف جامعه ما که اینها رو ما اون جوری که لازم هست هم احترامشون بذاریم و هم کمک بکنیم به اینکه کاری که دلشون میخواد انجام بدن. و هر موقع هر کاری هم از دست من در این زمین ها برمیاد، من با افتخار و با سربلندی پیش قدم میشم که این کارو بکنم، چون فکر میکنم یک لطفی است که من به خودم میکنم و داشتن چنین بزرگانی در جامعهمون همیشه باید برای ماها موردی باشه و یا موجبی باشه برای اینکه کوشش بکنیم که زندگی براشون اگه میشه راحت تر بگذره، اگه برنامه میخوام بگذارن در تنظیم اون برنامه قدمی برداشته بشه، چون در واقع اینها باید فقط روی صحنه بدرخشن یا در کاری که میکنن بدرخشن. برنامه‌ریزی و سازماندهی برنامه کار اونها نباید باشه، که طی این سالهای اخیر متاسفانه در خارج از کشور این بار هم به دوش هنرمنده افتاده. بله. کسی که خودش نمایشنامه می‌نویسه هم باید نمایشنامه نویس باشه، هم باید کارگردان باشه، هم باید برنامه گذار باشه، و این بار خیلی سنگین است که لازم غیر لازمه. بله. و دیگران میتونن در این زمینه دست یاری به طرفشون دراز بکنن. درود به شما و واقعا امیدوارم که پایدار باشید و موفق به ادامه این گونه فعالیت‌هایی رو که همواره ترغیب کردید و همونطور که گفتید واقعا
کسانی که در خارج از کشور، ما اینجا شاهد هستیم، همه کارهایی که انجام میشه کارهای انفرادیه، یعنی وان من شو بهش میگن. دقیقا. در حالی که من اتفاقا تو یکی از برنامه مطرح کردم جان استوارت که یک طنزنویس و طنزنویس که نیست حتی، ولی یک برنامه ساز فوق العاده متبحر و محبوب هست در امریکا، یک روز با اون هیئتی که باش همکاری میکنن 32 نفر پشت صحنه با جان استوارت برای یک ساعت برنامه که روی صحنه میاره همکاری میکنن. بله. و خب معلومه که، و اون وقت ما میبینیم که افرادی مثل هادی یک تنه چجوری، و اخیراً خب حتما باید اسم پرویز صیاد اینجا مطرح بشه. صد. و یکی از خصوصیات فوق العاده درخشان زندگی هادی این قدرشناسی است که داره نسبت به دوستانش و کسانی که اونا رو پیشکسوت خودشون و احترامی رو که واسه پرویز صیاد قائله و متقابل و همچنین پرویز صیاد. واقعا امیدوارم که این دو هنرمند برجسته ما سالیان سال بتونن به این کارشون ادامه بدن. حتما در از هر دو از وجود هم دیگه هم انرژی میگیرن و هم به هم دیگه در کنار هم اون چیزی که اون بده بسونی که اینا با هم دارن از نظر هنری رو صحنه خیلی کم اتفاق میفته که بین دو نفر و با این مدت طولانی. پرویز صیاد موقعی که برای نخستین بار به هادی پیشنهاد کرد که با هم رو صحنه برن، یه پیشنهاد انقلابی بود در واقع. بله. و کاری رو از هادی میخواست که خود هادی هم یه مقداری با همدیگه صحبت میکردیم و اینها، یه مقداری مترسل بود که این کار رو بکنه یا نکنه، ولی انصافا بعد از گذشته 10 سال خورده ای میبینیم که حضور اینا هر بار روی صحنه یه حضور شورانگیزیه و کاری که میکنن کار بسیار دلچسب و دلپذیر و اکثرا فی‌البداهه. بینندگان عزیز، یعنی هادی و پرویز صیاد شما اگه دو بار سه بار یه برنامه‌شون رو ببینیم، ببینیم که کمتر چیزای تکراری توش هست. بنا به وضعیت روز، مسائلی که اتفاق میفته، و این یکی از اون خصوصیت‌های بسیار بارز این دو نفر هست. بله، الان سومین کارشون رو به اتفاق دارن انجام میدن، صمد و پرویز صیاد و صمد برخورد از نوع سوم که الان در تور امریکا و کانادا مشغولن و سفر میکنن و امیدواریم که به زودی در ماه فوریه در لس آنجلس ببینیمشون انشالله. بعد واقعا چیزی که متفاوت هست در مورد پرویز صیاد و هادی خورسندی این هست که بسیاری از کسانی که هم نسل‌های من، یه عده‌شون همونطوری منجمد شدن تو اون ایران قبل از انقلاب و به هیچ وجه اون احساسی رو که ما و یا فعالیت‌هایی رو که ما در این دو نفر می‌بینیم و کم هست و می‌بینیم که گذشت زمان اون چی که در ایران اتفاق افتاده که فوق‌العاده بنیانی و عمیق هست، بسیاری از ماها هنوز درک نکردیم و این متاسفانه موجب میشه که یه مقداری دیگه اعتنایی به اون گروهی که نتونستن زمان رو تعقیب بکنن و با زمان پیش برن موجب شده که نتونن سهمی رو در این وظیفه‌ای که به عهده‌شون هست ایفا بکنن. 100%. خانم سرشار، شما یکی دیگه از شخصیت‌هایی رو که واقعاً میدونم که فشارشون میدین، یعنی هولشون میدین، چون این روزها من بارها شده باشون صحبت کردم و اینا، آقای دکتر صدرالدین الهی. بله. که واقعا این نازنین در تمام طول سالیان قلمشون، صحبتشون، بیانشون استثنایی بوده و هست و شما این شانس رو داشتید که، و آقای دکتر الهی هم کمتر علاقه مند هستن مصاحبه بکنن و بیان توی، ولی همونطور که گفتم شما با اون به اصطلاح علاقه‌ای که بهشون دارین و علاقه‌ای که ایشون به شما و کارای شما دارن تونستین توی برنامه‌هاتون از وجود ایشون، از اطلاعات ایشون استفاده بکنید و چقدر صحبت‌های ایشون با دقت چیز میشه، انتخاب میشه و بعضی از کارهایی که ایشون کردن با این که مثلا برمیگرده به سالها قبل، هر بار که شما میشنوید و میخونید تازگی داره. بله.
خب دکتر صدرالدین الهی یکی از همون انگشت شمارانی که در موردش داشتیم اول برنامه صحبت میکردیم و من به جرئت میتونم بگم که یه دفعه از من بپرسن که روزنامه نگار واقعی رو تعریف کن و یا نامی ببر، آقای دکتر صدرالدین الهی به نظر من نمونه یک روزنامه نگار واقعی است که به شغل خودش و به این عنوان روزنامه نگاری بسیار احترام میذاره و من به عنوان یک استاد از ایشون بسیار چیز آموختم و هرچند سر کلاسشون نشستم چون ایشون استاد دانشکده ارتباطات بودن، ولی خارج از کلاس سمت شاگردیشون داشتم، ازشون درس گرفتم، ازشون آموختم بسیار زیاد و بر این باورم که یک روزنامه نگار بسیار سلامتن آقای دکتر صدرالدین الهی، بسیار نگاهشون نگاه عادلانه است به مسائل، هیچ وقت جبهه بندی نمی کنن، آنچه که واقعیت هست رو می بینن و میگن در موردش، قلمشون فوق العاده شیرینه. در طول این سالهایی که ایشون قلم زدن در رشته های متعدد تخصص دارن، در ورزش نویسی، در نوشتن پاورقی، در نوشتن داستان، نمایشنامه و مقالات و به عنوان روزنامه نگار در صدر تمام روزنامه نگاران معاصر ایران ایشون قرار دارن و کارهایی که کردن، چندین کتابی که ازشون چاپ شده و آثار و نوشته هاشون به جا مانده، از ایشون یه نامی رو در بین ما اهالی قلم به وجود آورده که من افتخار این رو دارم که موقعی که در برنامه من میان و گفتگویی میکنن میدونم که واقعا سطح برنامه من رو بالا میبرن با نام خودشون و با آنچه که در این برنامه عنوان میکنن با شنوندگان. درود به شما و واقعا نکاتی رو که گفتین در مورد دکتر الهی، آدم وقتی پای صحبت ایشون مینشینه احساس من این هست، یک معلمه بسیار آگاه، یک استاد به تمام معنا استاد. این خیلی چیزا در این قربت به قول معروف، حالا قربت که نیست دیگه واسه ما دیگه، اینجا ما واسه همون قربت نیست، منزل دوم. ولی در تمام مدتی که من پای صحبت ایشون میشینم واقعا احساس میکنم یک معلم مهربان با اون زبان زیبا، با اون بیان زیبا، یعنی بیان ایشون واقعا به قدری شیرینه که به دل می نشینه و این روزا من حس می کنم که جوانای ما دیگه اون سبکی رو که ما باش بزرگ شده بودیم و باش صحبت می کردیم نمی فهمن نمی پسندن، ولی لحن بیان دکتر الهی و همچنین اشاره کردید به پاورقی هایی که ایشون می نوشتن، دو تا پاورقی ایشون رو من مشتری بودم و مرتب این روزنامه فروشی که می آمد به دبیرستان البرز شبان روزی و تهران مصور رو می آورد، می دونست که به مجرد اینکه منتشر میشه می آورد می رسون به من، البته منم سیبیلش رو چرب می کردم که به موقع بیار که پاورقی زودتر بخونه. بله ارغنون رو برای اینکه این هنر پاورق نویسی، پاورقی نوشتن یه هنر فوق العاده دشواریه و ایشون اون کلیف هنگری که اینا میگن که آدم میبرد آخر هر هفته به یه جایی که شما نمیتونستی صبر بکنید تا هفته دیگه. بعد ولی خب به مقاله هایی که نوشتن مثلا در مورد پادشاه ایران و در مورد اون صورتک، بله چقدر زیبا، چقدر و واقعا همونطور که گفتید یک بیان واقع بینانه از طرف یک روزنامه نگار متبحر مثل ایشون هست و با تمام این ویژگی که منده گفتم و شما گفتین، یه چیز بسیار مهمی رو باید بهش اضافه کنیم در مورد دکتر صدرالدین الهی، اینه که ایشون چقدر افتادن تواضعشون و تواضعشون واقعا. یعنی بسیارن کسانی که شما میشناسید، من میشناسم که همکاران ما هستن، اصلا یک صدم دکتر الهی هم کار نکردن یا واقعا سابقه کاری ندارن و یا توانایی اطلاعاتشون رو ندارن، متأسفانه نمیشه به نزدیکشون شد از نظر اینکه خیلی فخر فروشی میکنند و فکر میکنن که یگانه هستن، ولی دکتر الهی واقعا یگانه است ولی بسیار افتاده و متواضع. حالا در این زمینه هم تایید صحبت شما، من سفری داشتم به سن حوزه و اون منطقه، دو نفر از شخصیت هایی که من برای هر دوتاشون فوق العاده ارزش قائلم، یکی دکتر
الهی و شخصیت دیگری که ضرورتی نداره اسپار. تفاوت رفتار. دکتر الهی به مجرد اینکه من تلفن زدم بهشون گفتم که من اینجا هستم، گفتن میخواد ببینم و یه جایی رو قرار گذاشتیم رفتیم و ساعت ها نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم و درست نقطه مقابل اون شخصیت دوم واقعا من فوق العاده واسهشون ارزش قائلم، یکی از برجسته ترین شخصیت ها هست، ولی به کلی اون رفتار و عکس العمل در مقابل این که در مقایسه با اون عکس العملی که دکتر الهی نشون داده بودن متفاوته. بله 100%. و البته ایرادی نیست، این خصوصیت افراد مختلفه، این دقیقا تایید اون صحبتی است که فرمودید. اگر اجازه بدید ما یه چند لحظه بریم به یک قطعه موسیقی گوش کنیم، اثری هست از دریا، خانم دریا دادور، که فکر میکنم با این روزها با حال و هوای سال نو مسیحی و تولد عیسی مسیح که یکی دو روز پیش ما سر گذاشتیم خیلی نزدیک باشه و گویا باشه. این شما و این کار دریا دادور، با ما باشید، میرویم و برمیگردیم. So
بینندگان گرامی به تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. به برنامه گلگشت توجه می‌فرمایید. مهمان ارجمند امروز برنامه گلگشت سرکار خانم هما سرشار، روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و حقوق بسیاری از گروه‌هایی که حقوقشون این روزها در دنیا مورد توجه نیست و دریغ. خانم سرشار، فعالیت هایی که اینجا کردین در زمینه حقوق بشر و در مورد حقوق زنان، بدون کوچکترین اغراقی در طول سالهای گذشته بعد از انقلاب ایران، زنان ما در داخل ایران یک شاهکارهایی رو در اون شرایط وحشتناک به وجود آوردن، در خط مقدم تمام اعتراضات میلیونی بودن که در ایران اتفاق افتاده. یکی از نمونه های باز برجسته ای که هر قدر ما راجبش بگیم کم گفتیم، خانم سیمین بهبهانی. بله، این شیرزن، این بانو، این قهرمان میشه گفت واقعا. کارهایی کردن در طول این مدت که کارسون بوده، نظرتون چیه و چرا فکر میکنید که این همه فعالیت همش حروم شده، نتیجه رو که باید عاید نکرده؟ چرا اینها پشتیبانی نشدن به اون صورتی که باید، در حالی که زنان خط مقدم تمام این جنبش هایی بوده که در ایران قرار گرفتن؟ یه سوال سختم میخوام ازتون بکنم، فکر میکنید که این عدم پیشرفت و نرسیدن به نتیجه رسانه های برون مرزی درش مقصر بودن یا نبودن؟ خب در پاسخ سوال اولتون آقای حجازی، من باید بگم که با تو موافق نیستم. به نظر من اون چه که یا آن کسانی که جلوی پیشرفت و یا مساوی بودن و یا حق انسانی داشتن زنان رو در داخل ایران گرفتن، فقط حکومت جمهوری اسلامی، ولی خود زنان ایرانی چه در خارج کشور و چه در داخل ایران، بیشتر در داخل ایران، در طی این سه دهه و اندی از خودشون شخصیت و پایگاه و موقعیتی رو نشون دادن که رشک برانگیزه برای بسیاری از زنان در سراسر جهان. در نتیجه اگر که هنوز با مشکلات گرفتن بعضی از حقوق خودشون مواجه هستن، اون مسئله است که در رویارویی با جمهوری اسلامی دارن. ولی در صحنه بین المللی طی این 30 و چند سال زنان ایرانی به قدری خوب درخشیدن و به قدری از وجود خودشون و فعالیت‌ها و کوشش‌هایی که کردن در سراسر جهان اثر خوب به جا گذاشتن که در هر موقعیتی، هر فرصتی و هر نشستی که راجع به مسائل ایران و مسائل اقلیت‌ها، مسائل زنان، حقوق زنان اینا صحبت میشه، همه با احترام و شایستگی از اون چیزی که زن ایرانی طی این سال‌ها انجام داده صحبت میکنن. در نتیجه برای از نظر من، از دیدگاه من، زن ایرانی در صحنه بین‌المللی برنده است. ممکنه که در داخل کشور هنوز برای اون محدودیت هایی به وجود میارن و اون هم فقط و فقط به خاطر اینه که یک حکومت مذهبی وسط کاره. و من بارها اینو گفتم و همیشه هم اگه لازم باشه تکرار میکنم که زن در ادیان مختلف ابراهیمی، هم از یهودیت، اسلام و یا مسیحیت، اصولا شهروند درجه دوه. و اگر که یک حکومت مذهبی باشه بستری که در یک کشوری و ادعاش این باشه که بخواد قوانین شریعت رو در اون کشور به کار ببره، خب ناچاره که برای پشتیبانی از پایگاه خودش
زنان رو محدود بکنه و یا اونها رو به عنوان شهروند درجه دو قبول بکنه، ولی زن ایرانی این رو نپذیرفته. شما الان حضور میلیونی زنان رو در صحنه، در صحنه زندگی، در صحنه اجتماعی، در دانشگاه ها، در تحصیلاتی که میکنن، در آگاهی که دارن شما متوجه میشید و بخش عظیمی از کارهای هنری در داخل و خارج از ایران توسط زنان داره انجام میشه. یعنی هر چقدر که جلوشون میگیرن، درست زن ایرانی رو میشه مقایسش کرد با یک شیشه، هر چقدر که میشکننش برنده تر میشه. در نتیجه مقاومتی که زن ایرانی برای اینکه پایگاه خودش رو نگه داره و حداقل اونی رو که دارن طبق قوانین قانون اساسی، هر چند قانون اساسی که مبتنی بر شریعت هست دارن بهش میدن، اون رو و بیشتر از اون رو داره میگیره از حکام جمهوری اسلامی و مبارزه سرسختانه خستگی ناپذیری رو داره ادامه میده، به طوری که به باور من نسل جوانی که الان رژیم نگران اونها هست که چگونه باعث سرنگونی رژیم خواهند شد بالاخره روزی نزدیک و دور، اینها دست پرورده و در دامن زنانی که در تمام این سالها داشتن مبارزه میکردن به دنیا اومدن و پرورش پیدا کردن. شما نگاه بکنید ببینید بلایی که سر جوانای ایرانی میارن، مادران این بچه ها چگونه دارن مبارزه میکنن و مقاومت میکنن. در هر جایی که براشون محدودیت به وجود میارن، چطوری میتونن راهی رو پیدا بکنن که این محدودیت رو کنار بزنن؟ خیلی کار سنگینی است که زنان میکنن. و یکی از اتفاقات و رویدادهای خوبی که در این سالها به وقوع پیوسته، حضور این رسانه های اجتماعی است، از آنهایی مثل فیسبوک و توییتر و اینها که و اینترنت، که کمک کرده برای اینکه تنها کاری که ما در خارج از کشور میتونیم بکنیم، کسانی که اسممون خودمون رو کنشگران حقوق بشر یا حقوق زنان یا مدافعین حقوق زنان گذاشتیم، اینه که این صدا و این حرکت زنان ایرانی رو به گوش جهانیان برسونیم. جهان الان آشناست با آنچه که زن ایرانی داره میکنه و با این نگاهی که به این قضیه بکنیم، به نظر من زن ایرانی برنده است، بازنده نیست در این زمینه. برای عمر یک ملت 30 سال چیز زیادی نیست، یک کشور چیز زیادی نیست، ولی مطمئن باشید که اون چه که گام به گام و قدم به قدم زن را گذاشتن، این آجرهایی که گذاشتن برای پیریزی یک جامعه دموکراتیک، بالاخره اثر خودش رو خواهد داد، بالاخره نتیجه خودش رو خواهد گرفت و این روی دوش زنان ایرانی و روی دوش نسل جوان ایرانی بنیان گذاشته شده. و من واقعا همیشه با احترام خیلی زیاد و با بالندگی از آنچه که زنان ایرانی کردند صحبت میکنم و نام میبرم. تردیدی نیست، یعنی واقعا همطور که اشاره کردید، زنان ایرانی در تمام فعالیتهایی که هر خیزشی که ما شاهد بودیم پیش رو بودن. بله، همطور که عرض کردم، منتها من سوالم دقیقا این هست که شاید باید این همه فداکاری، این همه گذشت، این همه ایثاری که زنان ما کردن تا امروز یه نتیجه بهتر و باروری بیشتری می داشت. آخه فراموش نکنید که با چه رژیمی دارن. بله. دست و پنجه دارن نرم میکنن. آسون نیست. رژیمی که اگه صدا در بیاد میکشتت، دیگه نمیتونی شما اگر برای به دست آوردن حقی که همین الان در کشوری که من و شما داریم زندگی میکنیم، در کشور آمریکا هم هنوز زنان از حقوق مساوی 100% با مردان که برخوردار نیستن. اینطور. ولی برای احقاق هر حقی در آمریکا کشته نمیشن. کوشش میکنن، میرن مجلس، میرن در موردش صحبت میکنن، لابی میکنن، لایحه میبرن، گروه تشکیل میدن، مؤسسات یا انجمنهای مدنی مختلفی وجود داره، نهادهای مدنی وجود داره که کمک میکنه به زنان یا کسانی که میخوان احقاق حق بکنن. و این کمک ها و یاری ها و این استخون بندی یا این سیستم دموکراتیکی وجود داره باعث میشه که همه با علاقه و با اشتیاق برن و خواهان بعضی از مشکلات و مسائلی که در جامعه هست بشن که برطرف بشه. در یک کشور توتالیتریان، در یک کشوری که یه حکومت مذهبی است و جواب های تو رو با هوی بیشتری میده، اگر که یه تقاضایی بخوای بکنی میکوبنه، سرکوبت میکنن، میکشنت، خب شما نمیتونی دائم بری تو خیابون و خون ریزی بشه که جنگ را بندازی، نمیذارم اسلحه دستت بگیری بری به جنگی. ولی کاری که میکنن در جهت آموزش، در جهت اطلاع داشتن، در جهت اینی که حق خودشون رو بدونن و در جهت اینی که وارد س
صحنه زندگی روزمره این کشور بشن، وارد سیاستش بشن، وارد سازمانها بشن، وارد تعداد مهندسین، تعداد پزشکان، تعداد معلمین، تعداد استادای دانشگاه که روز به روز در بین زنان داره افزایش پیدا میکنه، اینها همه اساس و بنیاد یک دموکراسی که به زودی شاهدش خواهیم بوده به وجود میاره و این شاید انتخابی است که مردم داخل ایران کردن، زنان داخل ایران کردن. و من به عنوان کسی که در بیرون گود نشستم، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که تشویقشون بکنم در جایی که در راهی که خودشون انتخاب کردن و میدونن بهترینه، نه اینکه از اینجا هی شعار بدن بشون. و این شعار بیخودی که برو بزن بکش اسلحه دستت بگیر چنین چیزی. دقیقاً من همین نکته رو که بهش رسیدی مورد نظر من بود که سوال کردم. ببینید، در تمام طول سالیانی که کشور ما اسیر این حکومت خونخوار، یعنی هیچ چیز دیگه نمیشه اسمش گذاشت، و جابر بوده، ما شاهد خیزش های بسیار بسیار اساسی در داخل کشورمون بودیم. جوونا و همونطور که گفتم در صف مقدم این خیزش ها زنان و دختران جوان ما. عکس هایی که هست، فیلم هایی که هست، کارهایی که شده، اینا همه نشانگر یک چنین اقداماتی بوده که شده. من بارها به این فکر افتادم که همونطور که اشاره کردید، ما که در یه محیط آزادی داریم، حالا یه عده ممکنه بگن نه خیر اینجا آزادی نیست و گوانتانامو بی داریم و از این صحبت هایی که خب همین گوانتانامو بی اجازه میده که آدم حرفاشو بزنه، به قول شما سرش هم نمیبرن به خاطر کار. اینجا ما از این امکانی که داشتیم نه تنها نتونستیم به صورت بهینه استفاده بکنیم که همراهی بکنیم با این جنبش هایی که پیش آمده و اون رو بتونیم لااقل کمک بکنیم بهش، با یک مشعار توخالی بدون منطق برید بزنید بشکنید این کار رو بکنید، یه مقدار زیادی لطمه زدیم به این گونه جنبش ها. تا چقدر موافقید با این حرف؟ من فکر میکنم یه مقداری بله، در شروعش شاید مردم هم با به دلیل ناآشنایی با رسانه‌های ماهواره‌ای که به داخل ایران به ناگهان بدون هیچ پیشبینی قبلی وارد ایران شد و به اون توجه کردن، شاید برای چندین سال اول، چند سال اول یه مقداری موجی رو که مردم می‌خواستن، یه جهتی رو که می‌خواستن بدن، بعضی موقع به چپ و راست می‌کشوندن با ندانم کاری و یا با شعارهایی که می‌دادن. ولی فکر نمی‌کنم دیگه الان چنین کارهایی و چنین روشهایی خریداری داشته باشه و یا شنونده و یا بیننده داشته باشه برای اینی که دیدن نتیجه نداره. از صادر کردن یک شعار خشک خالی از خارج از کشور به داخل ایران همیشه یک کار اشتباهی بوده، یه راه حل اشتباهی بوده برای اینکه سیستم رو در ایران عوض بکنن و هیچ کسی بهتر از مردم داخل اون کشور نمیدونه چی براشون خوبه و چگونه باید به اون هدف و گولی که دارن برسن. برای رسیدن به اون هدف اگه مردم ایران انتخاب کردن که گام به گام و با توجه به بدون اینکه بیشتر از این کشته بدن و یا خونریزی بشه به طرف یا احساساتی بشه، بله، به طرف اون چیزی که دلشون میخواد برن، من مطمئنم که ما همیشه به عنوان یک کسی که طرفدار این هستش که کرامت انسانی همیشه حفظ بشه و بعدم حقوق انسان‌ها در نهایت خواسته ما اینه که حقوق مساوی و حقوق برابر داشته باشن، حقوق برابرشون رو نمیتونید شما با خونریزی به دستشون بدید. یه دی این اعتقاد رو دارن، من برای اون دی که اون اعتقاد رو دارن حرفشون رو گوش میدم ولی احترام قائل نیستم، برای اینکه فکر میکنم که با جنگ و کشت و کشتار هیچ وقت نمیتونید به تساوی دموکراسی برسید. دموکراسی اصلا در بطنش خونریزی رو نفی میکنه. در نتیجه الان که نگاه میکنید از دور به این تصویر بزرگ داخل ایران که نگاه میکنید، به نظر من هم جوانها، هم بانوان و زنان ایرانی و هم مردم داخل ایران نگاه سلامتتری به آنچه که میخواهند دارن تا چند سال گذشته. شاید این افت و خیزها لازم بود برای اینکه راه درست خودشون رو پیدا کنن. همیشه برای رسیدن به یه هدفی گاهی اوقات به یه ذره به چپ یه ذره به راست آدم منحرف میشه و یا تمایلی پیدا میکنه، ولی نهایتاً موقعی که اون هدفی رو که گذاشته برای اون هدف داره گام برمیداره، به نظر میرسه که
عاقلانه تر و دقیق تر دارن انجام میدن و همونطور که خود شما هم شاهدید الان در میان رسانه های خارج از کشور دیگه اون شعارگویی ها هم به تدریج از بین خیلی رفته، کم خیلی رنگ شده کم بود. رنگ شده، برای اینکه دیگه این چیزی نیستش که الان خریداری خیلی داشته باشه و یه مورد پذیرش باشه. من این خوشبینی شما رو نسبت به آینده ایران واقعا تحسین میکنم و این نگاهی که دارید به اونچه که در کشورمون داره اتفاق میفته، از لابلای صحبت هایی که از شما میشنوم نظرتون این هست که مردم ما به حد کافی از آنچه که برشون گذاشته درس گرفتن، پخته شدن، آزموده شدن و دارن اون چیزی رو که فکر میکنن به صلاح مملکت ما هست پیروی میکنن. درست ازش. حرفتون همین، به صلاح مملکت و کشور، نه به صلاح من. من اگر که میخوام یه اتفاقی بیفته که فردا من نوعی ازش استفاده بکنم، بله باید خیلی راه کوتاهتری رو انتخاب بکنم و برای همین راه کوتاهتر همیشه کشت و کشتار و جنگ و این چیز. ولی اگر که صلاح مملکت رو میخوام، صلاح مردم رو میخوام، در کل میخوام، خب به من و شما ممکنه قد نده، ولی نهایتا اون چی که داریم میبینیم، دیدگاهی که داریم میبینیم در جلومون، دیدگاهی است که حتما به سوی اون چیزی که در دل ما هست پیشرفت خواهد کرد. خیلی ممنونم خانم سرشار. من میخوام یه سوالی رو بکنم که نمیدونم تا چه حد منطقی هست در این لحظه که ما داریم. سوال همیشه منطقی. ببینید، بسیاری یعنی گروهی از هموطنان ما که همیشه نگاهی داشتن به اون چه که کشورهای خارجی برای ما کردن، اولا اون مسئله نگاه کردن به مسائل به صورت توطئه، توطئه ای که یه گروهی نشستن و مانع پیشرفت ما هستن که بوده و هنوزم میتونه باشه. به قول دکتر میلانی میگفتن که تئوری توطئه وجود نداره ولی توطئه وجود داره. حالا در مورد این موضوع به خصوص نگاه شما به شرایطی که الان هست، یعنی یه عده از هموطنانمون هنوز منتظرن که آقای اوباما شمشیر برداره بره و گردن آقای خامنه ای رو بزنه و مملکت ما رو آزاد بکنه، تحویل ما بده. گفتگویی داشتم با زنده یاد فریدون هویدا که میگفتن که ایرانی تو طول تاریخ همیشه دنبال یک پدرگونه، یک پدر گشته و انتظارم داشته که اون پدر معجزه بکنه و همه کاراشو اون انجام بده و این بشینه و تماشاگر باشه. آیا فکر میکنید اون دوران سر آمده؟ آیا فکر میکنید که دیگه اون دورانی که ما منتظر باشیم که یک کشور خارجی، امریکا، روسیه، اون یکی بیان و واسه ما دایه مهربان تر از مادر بشن و ما رو مملکت ما رو آزاد بکنن، یا این مسئله رو باطل میدونین دیگه در این دور زمان؟ من فکر میکنم که تصور این که یک کشور خارجی دایی مهربان تر از مادر باشه همیشه اشتباه باطل. بوده. هر کشوری و واقعیتش اینه، حقم این چنینه که هر کشوری نخست منافع مملکت خودش و مردم خودش رو بعد در نظر بگیره که میگیره و اون هیچ وقت هم کتمان نکردن نه، اون کشور نه باطل. نه نوع دخالت هایی در کشورهای دیگه که نوع استعماری بوده در گذشته و خب اون بدترین نوعش بوده که می رفتن سراغ یک کشوری و تمام ذخایر مغزی و فکری و مالی و زیرزمینی روی زمینیشون رو می‌خواستن بردارن و استعمارشون کنن مثل سالهای قرنهای گذشته که سردمدارش انگلیس و فرانسه و اسپانیا و اینها بودن، اون دوره گذشته، اون دوره حتما گذشته. ولی الان یه تعامل بین المللی بین کشورها هست، شما بدون اینی که با کشورهای دیگر جهان در رابطه باشین نمیتونید باقی بمونید در صحنه بین المللی. رابطه عادلانه، رابطه بدبستانی که الان در واقع کشورهای جهان همه به هم نیاز دارن، با این سیستمی که الان به وجود، با این تکنولوژی امروزی، با حضور اینترنت، با حضور نمیدونم همه اقتصاد وابسته کشورها به هم دیگه، همه کشورها همه چی ندارن، باید بینشون بدبستون باشه، باید بینشون داد و ستد باشه، باید بینشون داد و ستد مغزها باشه، از هم دیگه بهره برداری کنن، چون یک کار جهانی هم در این حال در شرف تکوینه که همه کشورها باید به نوعی در اون درگیر باشن با هم. در نتیجه دشمنی با یک کشور یا دشمنی با چند کشور و یا جبهه بندی و یا گروه بندی بین کشورهای مختلف الان با اون سبک و تعریفش با اون چیزی که شما ما در به یاد داریم از گذشته فرق میکنه.
نمیتونید الان کشور خودتون رو منزوی بکنید به این بهانه که من نمیخوام کسی در کشور من دخالت بکنه. انزوا مرگ یک کشور، مرگ یک ملت، مرگ یک دولته. منزوی نمیتونی باشی، ولی میتونی در صحنه بین المللی باشی، با کشورهای دیگه همکاری داشته باشی، بدبستان داشته باشی، ولی همچنان هویت خودتو، تمامیت ارضی خودتو، استقلال خودتو در فکر بکنی و نگه داری، و از همه مهمتر منافع خودتو حفظ کنی. اگر که ما داریم عنوان میکنیم که کشورهای غربی 5 به علاوه 1، 6 به علاوه 2، حالا هر چی که میخوان اسمشو بزنن، در جهت منافع خودشون هستن، هیچ ایرادی نداره که کشور من هم در جهت منافع خودش باشه، ولی به صورت متمدنانه، به صورت منطقی، سیاستی که در سراسر جهان رایج است، چیزی که ارتباطی که ارتباط بین المللی و جهانی است و طبق قواعد و قوانین بین المللی داره اجرا میشه، اون موقع همه کشورها میتونن از هم دیگه استفاده بکنن، همه میتونن از هم منفعت ببرن و مردم کشورها هم میتونن به هم نزدیک بشن. الان توی کره داریم زندگی میکنیم که همه ما به هم وابسته ایم دیگه، اون مرز بسته، کسانی که مرزاشون رو بستن چند تا کشور بیشتر نیستن دیگه، داریم میبینیم که چه به سرشون هم داره میاد، اینها هم محکوم به زوالن، علفخوار شدن. کره شمالی شما ببینید الان با این شرایطی که اونجا پیش آمده و وضعیتی که مردم فلک‌زده اونجا باش رو به رو هستن، و همونطوری که اشاره کردین، واقعا این دیدی که عرض کردم، علت این که این سوال مطرح کردم اینه که هنوز بین ماها جمعی هستن که اولا از یک سو جمهوری اسلامی ادعاهای واهی رو که مطرح میکنه که استقلال به دست آورده برای اینکه امریکای جهانخوار رو در واقع زمینگیر کرده، اونا که مسارف داخلی داره میدونید، و بعد هم این گونه ادعاها در حالی که مملکت ما داره تاراج میشه توسط همین کسانی رو که اینا میگن استقلال ما باید داشته باشیم، در رأس اونا روسیه که روزی نیست ما نشنویم که شما ببینید در طول این سالیان چه سوء استفاده های مالی از کشور ما شده، چگونه منابع مالی ما رو تاراج کردن. الان صحبت بود در مورد اقتصاد ایران اتفاقا امروز، و در این زمینه شما شاهد هستیم ما هممون که چگونه دارن روس‌ها سال‌هاست فقط برای یه نیروگاه دارن مملکت ما رو میدوشن، تمام صنایع داخلی ما به خاطر رقابت غیر منطقی که چین با ما داره پر از بنجلای چینی میشه، در حالی که تمام تولیدات مصنوعات داخلی کشور ما از بین میره، و هنوز یه عده نشستن و چون این حکومت، یعنی این رو من اشارم به افراد سرشناس و تحصیل کرده ایست که طرفداران تئوری دایجان ناپلئون، نه کسانی که الان تو همین شهر ما شما به طور قطع میدونید من اشارم به چه کسانی هست، اینها پشت سر جمهوری اسلامی سینه میزنن صرفا به خاطر اینکه با امریکا مخالفن و ایران در مقابل امریکا ایستاده و چه به دست آورده وقتی نگاه میکنیم به کارنامه میبینیم هیچ چیزی عاید ما نشد. خانم سرشار، برگردیم به فعالیت های جاری شما در فرصتی که داریم برای این قسمت برنامه و پایان برنامه. میخواستم ببینم الان شما یه کاری که خیلی دوست داشتید، کار رادیویتون، این کار رو از سر گرفتید؟ بله، تقریبا 3 ماهه که مجددا این برنامه 2 ساعت در هفته، بله بله، چون که دیگه سن و سالم اجازه نمیده. نه دیگه شما از این حرفا نزنید. دیگه بعد از 50 سال، این الان آغاز سال 2014، آغاز 50مین سال کار فعالیت مطبوعاتی من دیگه در پس از نیم قرن، فکر میکنم که این فقط یه خط ارتباطی با مردم داشتن، چون که همیشه از مردم انرژی میگیرم خودم و همه ما میگیریم، یعنی روزنامه‌نگار بدون ویروسی است که بله، روزنامه‌نگار بدون خواننده و شنونده و بیننده اگه برای خودش توی اتاق تنها صحبت بکنه بهش دردی نمیخوره، ولی این خط ارتباطی رو سعی میکنم که نگه دارم و واقعا اون کاری رو که دوست دارم انجام میدم، و به خاطر همین از بخت خودم با خوشنودم و این بختیاری رو دارم که کاری رو میکنم، کردم 50 سال و ادامه دارم میدم که کار مورد علاقم بوده، ولی خب یه مقداری دارم کمتر کار میکنم، اونم به دلیل اینکه خب کشش جسمانی دیگه زیاد نمیشه. ولی شما در این مورد دارین یه کمی کم لطفی میکنین، برای که من میدونم برای این 2 ساعت برنامه، من این رو با جرأت بهتون میگم بینندگان عزیز، خانم سرشار برای این 2 ساعت برنامه در تمام طول هفته تا
برسه به روز اجرای برنامهشون مشغول مطالعه، صحبت با مهمانانی که میان تو برنامهشون و به وجود آوردن اون نظمی که مختص خودشون هست هستن. و این رو بهش میگن کار برنامه سازی و کار ژورنالیستی. متاسفانه یه چیزی که اینجا باب شد در طی سالیان گذشته داشتن یه تلفن و قربون صدقه هم دیگه رفتن. و یعنی من میشناسم کسانی رو که بدون این که حتی یک خط مطالعه کرده باشن میان مینشینن و ادعا میکنن که برنامه سازن. براتون موفقیت بی نهایت خیلی سپاسگزارم، زیبایی رو آرزو میکنم. امیدوارم در آینده بتونیم باز هم با هم دیگه صحبت بکنیم روی فعالیتاتون و نفرمایید که میخواید محدود بکنید فعالیت ها رو، چون نیاز هست به وجود افرادی مثل شما که واقعا با جان و دل و روی علاقه کار میکنید. سپاسگزارم. ممنونم. و یه بیت از حافظ رو اینجا برای خداحافظی میگم، اونم میگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو. جوونا با انرژی، با آگاهی، با اطلاعات، با دستاوردهای پر دارن از راه میرسن و از راه رسیدن. و چه خوب میرسن. و خیلی خوب. انقدر کارشون خوبه که من فکر میکنم ما فقط باید بنشینیم از دور و اینها رو تشویق بکنیم. و یاد بگیریم ازشون. من یکی یاد میگیرم خانم سرش. منم همچنین. خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید. خواهش میکنم، در خدمت شما. بینندگان عزیز، به اتفاق مهمان ارجمند امروز از شما خداحافظی میکنم و همچنین تشکر میکنم از امیر درخشان کارگردان فنی برنامه. تا هفته آینده برای همه شما آرزوی بهترین ها رو دارم و به هموطنان مسیحی سال نو رو پیشا پیش تبریک میگم. روز و روزگار به شما خوش.